آرش حسنی ها روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ همراه ما هستند. جناب حسنی ها متشکرم از حضورتون در برنامه. ارزیابی شما رو بشنویم در خصوص متونی که در متن خبر ذکر شد. خب موضوع تهاتر موضوعی است که بسیار این روزها دربارش تبلیغ میشه. در واقع مدافعان دولت از اون دفاع میکنند، دفاع 100% هم و جانانه هم میکنند و معتقدند که خب وقتی ایران نیازهایی داره و طبیعتاً کالایی داره که عمدتاً نفت هست میتونه این رو با اون تهاتر بکنه. اما چند نکته قابل توجه است. اولین نکته اینه که در واقع بحث انتخاب و اختیار دو طرف یک قاعده تجاری یا قرارداد تجاری است که بر اساس انتخاب و اختیار اون رو انتخاب بکنن، نه اجباری که به دلیل تحریم ها یا به دلیل مشکلات بانکی بر سر راه تجارت عادی به وجود آمده. نکته دوم این هست که خب طبیعتاً پیدا کردن کالایی که مورد نیاز ایران باشه و همینطور دارنده اون کالا حاضر باشه که اون رو با کالایی که ایران در اختیار داره، عمدتاً نفت و معدنیات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی، مبادله بکنه کار دشواری است و پیچیدگی این کار زمانی دوچندان میشه که بحث کیفیت و بحث قیمت‌گذاری هم به میان میاد. یعنی هر دو طرف و به ویژه طرف‌های تجاری ایران قائل به این باشن که اون کیفیتی رو که مد نظر خریدار هست، طرف ایرانی هست، همون کیفیت رو تامین بکنن و با قیمت مناسب. در سالهای گذشته هم گاهی که صحبت در سر تهاتر نفت با کشور چین به عنوان بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران مطرح میشد، این اخبار منتشر میشد در رسانه‌ها که چینی‌ها فهرستی از کالاهایی رو که خودشون انتخاب کردن رو در برابر طرف ایرانی میگذارن که از میان این فهرست اجباری کالاهایی رو انتخاب بکنه که نفت به یا معدنیات گازی به ازای اون کالاها تهاتر بشه. خب در چنین شرایطی به نظر میرسه که توجیه اقتصادی این دادستان‌ها زیر سوال هست و نمیتونه منطق اقتصادی بر اونها حاکم باشه. اگر در سطح خرد هم نگاه بکنیم، خب خیلی از تجار یا فعالان اقتصادی هم در برخی موارد که معمولا استثناء هست ممکنه که تهاتر بکنن، کالایی رو به کسی فروخته باشن و طرف تجاری اونها ماده مورد نیاز یا کالای مورد نیاز اونها رو داشته باشه و اونها حاضر باشن تهاتر بکنن. اما اینکه تهاتر رو اصل تجارت قرار بدیم و نه استثناء تجارت، به نظر میرسه که توجیه اقتصادی نداره. ببینید که در همین صحبت‌های آقای سنجابی شیرازی دبیر کل اتاق ایران و عراق هم اذعان شده و به اون اشاره شده که بحث قیمت‌گذاری و بحث‌های فنی مرتبط با داستان تهاتر بسیار پیچیده است و میتونه به ضرر رابطه تجاری با ایران تمام بشه، کما اینکه خب هم در مورد عراق هم در مورد ونزوئلا یا دیگر کشورها که پیش از این بحث تهاتر با چای با برخی کشورها در سریلانکا و هند یا با پاکستان با برخی محصولات کشاورزی مطرح بود، همواره همین منطق اقتصادی به عنوان یکی از موانع و به عنوان یکی از تردیدهای موفقیت این مدل از بازرگانی و تجارت مطرح میشد. جناب حسنی، این خبر نحوه تهاتر کالا با ونزوئلا و اینکه این کشور کالایی برای ارسال به ایران نداره هم خیلی جنجالی شده. اشاره مختصری کردید، اما اگر بیشتر توضیح بدین که اساسا این افزایش و تهاتر در تجارت خارجی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران به همراه داره؟ بله، همونطور که اشاره کردید، بحث تهاتر نفت ایران با ونزوئلا سال هاست که مطرح هست. در تیر ماه آقای اوجی در جریان سفری که به کشورهای همون منطقه داشتن از جمله ونزوئلا، وزیر نفت اشاره کرد که قرار نیست که در ازای خدمات فنی مهندسی که ایران قرار هست اونجا انجام بده، بحث بازسازی و بازگرداندن دو پالایشگاه ونزوئلا به مدار تولید بود یا بحث تهاتر نفت خام و یا معدنیات و در ازای اون گرفتن مواد مشابه، فرآورده های مشابه از ونزوئلا مطرح شد، صحبت بر سر همین تهاتر با ونزوئلا بود. پیش از اون در سالهای قبل در یک دوره‌ای صحبت بر سر تهاتر معدنیات گازی یا خدمات فنی مهندسی با ونزوئلا در قبال طلا مطرح شد که صحبت بر این بود که 9 تن طلا هم حتی از طریق هواپیمایی ماهان به ایران ارسال شد، اما بعد از اون پیگیری نشد.
موضوعی که در مورد رابطه ایران و ونزوئلا مطرح هست بعد مسافت و همینطور ابعاد اقتصاد ونزوئلا است که اساساً تجارت ایران با ونزوئلا رو غیر اقتصادی کرده. حتی در سالهایی که آقای احمدی نژاد علاقه بسیار وافری داشت برای اینکه میزان سطح همکاری‌های ایران و ونزوئلا رو افزایش بده، قراردادهای یا تفاهم‌نامه‌های امضا شد که یا به نتیجه نرسید یا اصولاً زیانده بود. به طور مشخص راه اندازی یک واحد مونتاژ خودرو در ونزوئلا از جمله مواردی است که در تمامی گزارش‌های تحقیق و تفحص یکی از عوامل زیاندهی و افزایش زیان خودروسازی سایپا مطرح میشه و نشون میده که خب اصولا این قرارداد تجاری نبوده. یا راه انداختن یک فروشگاهی تحت عنوان مگاسیس که ادکام را راه اندازی کرد در مرداد 99، همینطور هست که در همین گفتگوهای اخیر و در این اخبار اخیر هم شاهد این بودیم که اساساً اقتصادی نبوده چنین راه اندازی، چنین فروشگاهی. متشکرم از شما آرش حسن نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی.